أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و محمد و وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه نمونه های خدای متعال یا بفرمایید آسمان، یه نمونه های از مردان خودش را به میان جمع ما فرستاده است. یه نمونه های خدای متعال، یا بفرمایید که آسمان از مردان خودش به میان جمع ما فرستاده است. خب نمونه فرستاده یعنی چی؟ آقا این نمونه ها رو من فرستادم، شماها مثل اینا بشین؟ میتونین بشین؟ یه نمونه های رو آسمان از فرزندان خودش، یه نمونه های رو آسمان از فرزندان خودش به میان جمع ما فرستاده است. ما ها همه فرزندان زمین هستیم، اونا فرزندان آسمان هستن. از میان فرزندان خودش، از فرزندان خودش یه نمونه هایی رو فرستاده در میان جمع ما. تو همین زمین متولد شده، از همین گل زمین ساخته شده، از جای دیگه نیوردنش، اما این فرزند آسمانه. این فرزندان آسمان رو خدای متعال فرستاده، یا بفرمایید آسمان فرزندان خودش رو فرستاده، شما مثل اینا بشین. مگه نمیخواین آخرش بیاین پیش ما، یعنی در میان آسمانیان؟ بسته که داره به همت شما، چقدر همت داری که کجا بری. یک کسان تو همین زمین میمونه، یک کسان میرن توی زمین. اونا که رفتن تو زمین، جاشون جای خوبی نخواهد، جاشون جهنمه. اونایی که همت کردن رفتن آسمون، دو قدم تا آسمون بالا رفت، خب به اندازه دو قدم، صد قدم بالا رفت، صد قدم. اگه به آسمان اول رفت، آسمان اول، اگر به آسمان چهارم رفت، اگر به آسمان هفتم رفت. یه آقای بزرگواری بود از علمای تهران، آقای اسد علی گلپایگانی. ایشون پسر آقای اسد جمال گلپایگانی بود. شما حالا نه آقای اسد علی رو میشناسین نه آقای اسد جمال. آقای اسد جمال از مراجع بزرگ نجف بود، از علمای بزرگ نجف بود، اهل معنا بود خیلی. اینا که میرن وادی السلام پی دو تا قبر میگردن، قبر آقای قاضی رو میگردن برای اینکه قبر ایشون برن زیارت کنن، این قبر آقای اسد جمال. ما قبر آقای اسد علی قاضی رو خوشبختانه یک بار موفق شدیم. آقای اسد جمال یک کمی دورتر بود، وقتم دیر بود، دیگه توفیق نیافتیم. ایشون گفته بودش آقای اسد علی من خواب دیدم پدرمو چهار نفر بودن، که الان من یادم نیست دیگه اسمای کیا بود. آقای اسد جمال بود که پدر ایشون بود، آقایش محمد حسین قروی بود
که صاحب دیوان است و مشهور است به کمپانی، عرضم به حضور، دو نفر دیگه اینا آسمان هفتم بودن. شما متولد میشی در زمین، اهل زمینی، اما میتوانی به آسمان بری. ذکرهای عجیب غریب آدم باید بگه؟ نه، از این ریاضت‌های صوفیانه باید بکشی؟ نه، مثلا 40 روز اصلا حیوانی نخورد؟ نه، لازم نیست. شما اگه اخلاق اهل آسمان بود میره آسمان، نبود نمیره. شد؟ عرض میکنم فرزندان آسمان، آسمانیان از فرزندان خودشان کسانی را به این عالم فرستادن، در میان ما زندگی کردن، از همین خان، از همین مردم زمینی زن گرفتن، بچه دار بودن، خونه داشتن، کار کاسبی داشتن. حضرت داوود علیه السلام زره می بافت، زره می بافت، زندگی می کرد. حالا یادم رفته حضرت سلیمان یا حضرت یوسف سبد می بافت، نون دولت رو نمی خورد، سبد می افت، ولی دولت خود دولت خودش بود، اما نون دولت رو نمی خورد، سبد می بافت، از راه سبد بافی زندگی می کرد، مثل ماها بودن، اما اخلاقشون درست بود، رفتارشون درست بود، آسمانی بودن به دلیل رفتار درست، اخلاق درست. این اصلا اهل آسمانه. این تو ولش میکنی پر میزنه میره آسمان. اونا تو نماز همشون وقتی نماز میخوندن تا میگفت الله اکبر رفت آسمان، چون اهل آسمان بود. ما هم خواستن که اخلاق و رفتارمون مثل اونا باشه، اخلاق و رفتار مثل اونا باشه، ما بشیم اهل آسمان. و این میشه. من تنبلی میکنم، من تنبلی میکنم، دلم خوشه به خور و خواب و خشم و شهوت، خوشه به اونا. امروز ظهر اگه غذای خوبی خورده باشم خوشحالیش مثلا چند ساعت هست، جز خاطرات خوبم میشه. بله، اگه مثلا فرض کنم یه ماشین خوب خریدم، حال مدت های مدید خوشحالم. خب اینم خوشحالیه به همین گل و سنگ این زمینه دیگه، این نباید باشه. خب چی میخواستم عرض کنم؟ آدم باید یه رفتاری را در پیش بگیرد، یک رفتاری را در پیش بگیرد که رفتار اون آسمانیان است، تا بعد بتواند به اون آسمانیان انس بگیره، رفیق بشه. اگه اعمال من اعمال آسمانیان بود، من میتوانم با آسمانیان انس بگیرم، رفیق بشم. و اگر اعمال آسمانیان را پی گرفتم، ببینید پی گرفتم، نه یه روزا، یه روزی نیست اینا، هیچ کنش به یه روز درست نمیشه، من باید اعمال آسمانیان را هر روز، هر روز زندگیم. بی پول بودم باید رفتار آسمانیان را داشته باشم، پولدار بودم باید رفتار آسمانیان رو داشته باشم. پشت میز نشستم، بیکار بودم، استاد دانشگاه بودم، شاگرد بودم، دانشجو بودم، طلبه بودم، فرق نمی کنه. من باید رفتار آسمانیان رفتارم باشه، این رفتار همیشگی من.
این رفتار آسمانیان اخلاق بفرمایید اخلاق آسمانیان را به بار می آورند. رفتار اخلاق به بار می آورند. رفتار گرگ اخلاق گرگ به بار می آورند. آدم شخصیت گرگ پیدا می کند. رفتار انسان اخلاق انسان به آدم می دهد. خب ما چیکار کنیم آقا؟ میگن که اینا برو برگرد نداره. اینا که از میکنم هیچ برو برگرد نداره. شاید 10 بارم به صور مختلف من اینجا عرض کردم. اولا شما باید مشکل نداشته باشی. خودت مشکل نداشته باشی. مشکل نداشته باشی یعنی چی؟ هم هر قبلی من مشکل دارم نمیتونم دروغ نگم. خواهی که نمیتونه دروغ نگی که نمیشه که اهل آسمان که دروغ نمیگن که پس شما رو هیچ وقت تو آسمان راه نمیدن هیچ بربرگر نداره هیچ شوخی نداره دقیق 100% این قواعدی که تو این عالم حاکمه مثال این آب در 100 درجه میجوشد البته این میدونید که فشارش مثلا چند باشه کمتر میشه فشار چند باشه زیادتر میشه اینو کار نداره میگیم 100 درجه میشد این 100 درجه میجوشد همیشه 100 درجه میجوشد حالا فرض میکنیم تو این عالم یه قانونی باشه استثنام داره بله یه استثنام داره تبصره داره قوانین مثلا حاکم مثلا قوانین مدنی مثلا استثناء هم داره مثلا این تبصره هم داره بهش اون قوانین تبصره نداره قوانین اون عالم تبصره نداره دروغگو جاش آسمان نیست الا نه الا نداره من چشمم پاک نیست جام آسمان نیست نیست عرض کنم تبصره داره تبصره نداره خب من باید مشکل نداشته باشم مشکل بر رفتن به آسمان من نباید داشته باشم مشکل چیه؟ همه اعمال خودمه اعمال من ناپاکه ناپاک را آنجا راه نمیدهند یادتون باشه یه وقتایی هم دوستید آیه از آیات بهشت رو براتون عرض کردم قرآن میگه که در مورد بهشت و مساکن طیبه همه خونه هایی که تو بهشت ساختن یه طبقه 100 طبقه 1000 طبقه اونجا میشه 1000 طبقه هم آدم داشته باشه بستگی داره به زحمتی که کشیده 1000 طبقه بر خودت ساختمان ساختی خب میری تو 1000 طبقه نساختی یه خوابی رو بسید یه بزرگی دیده بودن اومد همه اینجا برسم اون ته من نشسته بودم اومد خواب و اون بند خدا گفت گفت یه باغ نمون باغ حسابی ها باغ حسابی بود ساختمون هم همه یه طبقه بود خب شما یه طبقه ساختی اگه یه طبقه ساختی یه طبقه بهت میدن و خونه 2 طبقه نمیدن 2 طبقه بسازی 2 طبقه میدن 3 طبقه نمیدن همتت چند روز هست چرز میکردی؟ ممساکن طیبه بارک‌الله و مساکن خانه های پاکیزه خانه های پاکیزه مثلا فرض کنید که اینجا رو این ستون های اینجا رو
یه مهندسی ساخته که این مهندس دوست ما بوده، خیلی هم پسر خوبی بوده و نمیدونم چی چی و خیلی هم تمیزه و قشنگه، اما اگه سر آدم بخوره به اون تیزی ها درد میگیره یا نمیگیره؟ درد میگیره. این خاصیت این عالمه. اونجا اگه سرت بخوره به تیزی که سر کسی درد نمیگیره، مساکن طیبه، هیچ مشکلی تو اون خونه ها وجود نداره، هیچ رنجی اون خونه ها به بار نمی آورد. و مساکن طیبه و مساکن طیبه. خب ببینید توی سرزمین طیب و در ساختمان‌های طیب پاکیزه، یک آدم ناپاکیزه راه نمیده، راه نمیده. اگه نیمه کارم بودی از این آدم رفتی، نیمه کاره، نیمه کارم باشه آدم خیلی خوبه. اگه آدم نیمه کارم باشه خیلی خوبه. نیمه کاره میره توی برزخ میمونه تا درست بشه. اینجا شما دو ساله، حالا مثال میگیم دو ساله، دو ماه هم ممکنه، دو ساله دو ماه ممکنه همه چیز رو درست کنی. اخلاق البته دو ساله و دو ماه نمیشه درست بشه. حالا فرض میکنیم اینجا میشه، دو ساله میشه، اما تو برزخ دو ساله نمیشه. شما اخلاقت رو درست کنی دو ساله نمیشه. تو برزخ با دو سال اخلاق آدم، من بخیلم نمیشه سخی بشم، من حسودم نمیشه خیرخواه بشم. آدمی که حسوده بدخواهه، آدمی که حسودیش معالجه میشه میشه خیرخواه. با دو سال نمیشه، اونجا با دو سال نمیشه. نمیدونیم چقدر طول میکشه. همت داری؟ اینجا حلش کن. نداری؟ اگر با دین از دنیا رفتی، اونجا فرصت میدن بهت که خودت درست کنی. چقدر طول میکشه؟ چقدر طول میکشه؟ 200,000 سال. شوخی نیست. منم میگم، من شوخی میدونم، شما هم شوخی ندونید، شما هم شوخی ندونید، جدیه جدن. من باید مشکل نداشته باشم، مشکل از کجا ما شروع کردیم؟ اون دو تیکه دومش عرض نکردم. بر بهش گفتن ازواج مطهره، همسران بهشتی مطهره هستن. مطهره یعنی چی؟ نمیشه توضیح عرض کنیم. اونجا چیزی نداریم که بی رنگ باشه، همه چیز مطهره، همه چیز طیبه. آدم غیر طیب راه نمیدن اونجا، مثلا راه نمیدن، نمیشه بره اصلا. از در بهش میره این در نمیپذیره، اون سرزمینن رو نمیپذیره. یک کسان رو میرسن تو جهنم، میمونه میسوزه، میمونه میسوزه تا خدا بگذره ازشون. چقدر نمیدونه. میشه یه ساعت آدم بره تو جهنم و بیاد بیرون؟ نمیشه. این یه کبریت روشن کن، دو دقیقه دست رو نگه دار. قدیم میگفتم که بچه ها رو که میگرفتن میبردن ساواک، میشوندن روی صندلی آهنی، زیرش از این چیزای ماشینای اجاق بال کردم، مثل پیکنیک به قول ایشون یا قوی تر. گاز نمیشه.
میگه خب یک کمی جلو چشمتو نگه دار، یک کمی جلو زبونتو نگه دار، یک کمی جلو شکمتو نگه دار، یک کمی نگه داری میشه، درست میشه. یا بنابراین هرچی زودتر آدم تصمیم بگیره بهتره بر مواظبت از خودش. آدم هرچی زودتر، هرچی زودتر تصمیم بگیره بهتره. عادت کمتر کرده و مقابله با عادت کمتر سهل‌تره. اگه عادت 40 سال، من 40 سال آزاد خوردم و گفتم و دیدم و شنیدم، بعدم میخواد خودشو ببنده، سخت میشه، سخت‌تره. 2 روزم آدم آزاد زندگی کرده باشه بعدش سخته، چه برسه 40 سال. چرز میکردیم آدم ها مشکل نداشته باشه. من چیز دیگه مشکل رو میخواستم بگم، از مشکل عمل امروز من عادت دارم به دروغ، نمیشه باید درست کنی. عادت دارم به نامحرم نگاه کردم، نمیشه باید درستش کنی. من دوست دارم موسیقی رو، نمیشه باید درست کنی. این مشکله، بر خود من مشکله، بر خود من مشکل ایجاد میکنه، بر خود من مشکل ایجاد میکنه، نمیذاره من به آسمان برم، نمیذاره. هر بندی که داری نمیذاره به آسمان بری. خب یه مرحله از بندای آدمی زاد، حالا 1000 تا بند دیگه هم هست. آقا من یه خرابیایی در گذشته، اینو می‌خواستم اول بگم که حالا شد دوم. یه خرابیای من در گذشته درست کردم، به بار آوردم. مثلا یه روزی کاری کردم دل مادرم سوخته. وای نمیذاره، هیچی نمیذاره. من باید دل اونو رضایتشو، رضایتشو راضی بشه، بگذره از شما تا بشه راضی. میره کف پاشو ماچ کنی، برو ماچ کن. 100 بار باید ماچ کنی، 100 بار برو ماچ کن که از شما راضی بشه. همه اینا میشه. ببینید سربار ماچ کردن پای مادر چقدر سخته؟ خیلی سخت نیست، مگر اینکه من خیلی متکبرم. وقت میشه یه مشکل دیگه، یه مشکل دیگه هم من دارم که اون مشکلم نمیذاره. با تکبر کسی رو تو بهش راه نمیدن، راه نمیدن. من متکبرم، به شما نمیتونم جلوتر به شما سلام کنم. خب نمیشه، با این نمیدی تو بهشت. اون آقایان آسمانیانی که فرزندان آسمانی که خدای متعال برای ما فرستاد، همه رفتار و اعمال درست رو به ما نشون دادن. این الهی مثال 100 بار عرض کردم. حضرت زین العابدین علیه السلام میگین مادرشون، حالا نقلا اینجوری میگه، مادر ایشون در هنگام تولد ایشون وفات کرد سلام الله علیه. بعد خب ایشون تو دامن یک دایه بزرگ شد دیگه. اون دایه آیتا در خانه ایشان ماند، یعنی تحت تکفل ایشان ماند. بعدها وقتی که مثلا را بزرگ سال شدند، ایشون هیچ وقتی با اون مادر با اون دایه هم قضا نمی شدند. این چندی مرحله عرض کردم،
با مادر هم با این مادر به اصطلاح ارزم با هم غذا نمی‌شدن. چرا هم غذا نمی‌شین با مادرتون؟ می‌فرمودن که من می‌ترسم یه لقمه رو ایشون بخواد برداره. من خب مثلا جوان‌ترم دیگه، زودتر من مثلا قاشق من ها رو وقتم قاشق مرمز داشته بود، قاشق من بره اون لقمه که ایشون میل کرده، نگاه کرده به ظرف غذا، اون لقمه رو خواسته برداره. این چقدر دقت؟ اون لقمه رو من بردارم؟ حالا به قول من جواب خودم من چی بدم؟ مادر تو میخواست این لقمه رو برداره، تو چرا زودتر برداشتی؟ من برای که هم چیزی پیش نیاد هیچ وقت با شما هم غذا نمیشم. سر یه سفره غذا میخوریم، اما یه ظرف جدا، یه ظرف جدا. اینو مرتبه من عرض کردم قدیما با هم هم غذا بودن. مثالا مثلا قاشق مجزا، نمیدونم لیوان مجزا و الاخر نبود، رسم بود دیگه. یه ظرف آب میذاشتن توی سفره، ظرف بزرگتر تو شخ مینداختن، همه از اون میخوردن. ظرف مثلا آب گوشت هم، حالا اگه آب گوشت بود، همه توش نون خورد میکردن، همه هم کمک میکردن، نون خورد میکردن، همه هم از همون میخوردن. اینقدر مواظبه. چه عرض میکردن؟ عرض کردن که اگر یه وقت دلش گرفته باشه من راضیش کنم. التماس میکنم، درخواست میکنم، دست شما ماش میکنم، پا شما ماش میکنم که راضی بشه. وقتی راضی نباشه نمیذارن من آسمان برم. نمیذارن. آسمان به کسی میذارن بره که پدر مادرش ازش راضی باشن. البته گاهی پدر مادرام ظلم میکنن و گاهی برای من میان مثلا یک کسانی درد دل میکنم، این پدر مادرش ظلم خیلی هم جدی داره ظلم میکنه. ما بگیم چیکار کنه؟ شما جلو ظلم پدرت میتونه بهش ظلم کنی؟ ها نمیتونی؟ اینجا قانونش زوره، قانون زور. در هر صورت در برابر پدر مادرش باید کوچیکی کنه. خوشبخت میشه. چه عرض کردیم؟ اگه آدم بخواد بره میخواد آسمان بره، باید مشکل نداشته باشه. مشکل داشتن اولش مشکلات عملی خودمه، اینا رو باید من حل کنم. بعد یادم میاد که در گذشته اینجوری ما تو کوچه بازی میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، یه شوت من زدم خورد شیشه همسایه شکست. باید شیشه همسایه رو براش بندازم، بعدم ازش رضایت بطلبم. شکستم شیشه خونش رو، یعنی به مالش ضرر زدم. من باید میشم ضامن دیگه، من ضامنم. یا فرض کن یه جوری گوشه دیوارش ریخت، لبه آجرش شکست، یه جوری دیگه مالی، جانی، آبرویی برای کسی آزار به بار آوردن، چند شد ساعت؟ من باید تو این چند سالی که اینجا هستم مشکلات رو خودم حل کنم. لذا یا
فرموش امیرالمؤمنین تکرار هم شده در از زبان سایر ائمه هم تکرار شده، فرمودن که زندگی برای دو نفر خیر داره. زندگی این تو این دنیا زنده است براش خیره، یه خیر نیست، برای دو نفر خیره، یکی داره خرابی ها رو جبران میکنه، یکی داره چیز درست میکنه برای خودش. این اونه، داره جبران میکنه. شما 20 سال هم داری میدویی برای جبران کردن میارزه. یه نفر یه حسابی با یه نفر داشتی، اون رفته از دست، حالا این در میزنی اون در میزنی، این در میزنی اون در میزنی، 10 سال هم دنبالش گشتی بعد گیرش آوردی میارزه. یه نفر میتونه سیخی تو رو بگیر روزی قبل نگرت داره. پس یکی مشکلات امروز من باید حل بشه، مشکلات عملی امروز من باید حل بشه، یکی مشکلات گذشته به بار آورده بودم، الان 5 سال گذشته، 10 سال گذشته مشکل به بار آوردم، اینو باید من حل کنم. اینا قدمای اول به آسمان رفتن من است. اگر حلش کنم راه آسمان رفتن باز میشه. واقعا شما را برای آسمان خلق کردن، نه برای زمین. شما و من را برای آسمان خلق کردن، برای که به آسمان بروی نه اینجا بری. اون آیونو گفتیم آسمان هفتم، اگر زحمت بیشتر میکشیدن ممکن بود بالاترم برن.